مهارت‌های زندگی قسمت 261 مواظب گیاها باش. میبینی خانم در یه قضیه هم عجب جای خالی. بابو زود باش دیگه، الان فیلمش شروع میشه. تقصیر من چیه پسر؟ باید یه جای پارک پیدا کنم وایسم. نمیتونیم که ماشینو با خودمون ببریم تو سینما که؟ اگه اینقدر دیر نمی اومدیم جای پارکم پیدا میکردیم. شما حالا این یه ذره تاخیر بنده رو چما کن بزن تو سرم. بابو اونجا یه جای خالی هست. کجا؟ اینجا. اونجا نه دست نگه دار. وی چی شد؟ اینجا که داری پارک میکنی چمنه. خب باشه، ماشین ما که وزنی نداره. نه ترس، طوری نمیشه. این چه حرفیه، له میشن زبون بسته ها. بریم یه جای دیگه. ای بابا قصه نکنین، پیدا کردم، همینجا پارکش میکنیم. جلو خونه مردم نمیشه که. نه ترس خانم، زود میریم بر میگردیم. بابا بپور. میگم خسته نباشید جناب سرباز. ممنون، میتونم بپرسم در این چی کار میکنی؟ معلوم نیست، خب دارم پارک میکنم دیگه. جلوی درب خونه مردم؟ آشناس جناب سرباز، خونه پسرمومه، هماهنگ شده. پسرمو؟ ولی من پسرمویی به شکل و شمایل شما ندارم آقا. ببخشید شما؟ اینجا منظر بنده است. اوخ سوتی داده ناجور. ای بابا دریده اینطوری پیش بریم تا فیلمم نمیرسیم. از اول باید میرفتیم پارکینگ سینما. پارکینگ کلی از آدم پول میگیره خانم، خیابونه گذاشتن واسه همین دیگه. آها خودشه، بی خود نمیگه جوینده یا بنده است. بابا همینجا پارک کن. ماشین ما که اینجا جا نمیشه آقا فرهنگ. من جاش میدم خانم، تماشا کن. بابای من میتونه. وای من نمیفهمم این چرا اینجوری پارک کرده اینجا. یه بار دیگه بابا بزن به درخت پارک میشه. آقا بله بابا یه گله. خب اینم از این، بریم تا دیر نشده. بریم. خوشت اومد خانم؟ به من میگن فرهنگ شما خیر. بله میبینم. چه به روز این درخت بیچاره آوردی؟ گناه داره، جا به جا کن ماشینو. بیخیال خانم، درخت دیگه آدم که نیست، چیزش نمیشه، عادت داری. بودو این الان فیلم شروع میشه. بریم بابا. مثلا داری میدوی نوره. میگه دوی مارادون بابای گوله. بایستین منم بیا. بلیتی چه فیلمی هست؟ جولی خودشه، یه ذره گنده است ولی شکار خوبی میشه. باشه امروز الان میگیرمه. دانا جان بابا داری چیکار میکنی؟ بابا بزرگ شمایی بریم که نه، الان دایناسور فرار میکنه. به جای دایناسور یکم هم فکر این زبون بسته ها باش بابا. ببین چی بریدشون آوردی؟ حرفا میزنی بابا بزرگ، اینا که یه مش گلوگیاه هنگه. خب باشن، مگه گلوگیاه ها جون ندارن؟ شوخیتون گرفته؟ میخوای نهار دعوتشون کنیم خونمون؟ نه پسرم، درخت ها و گلا مثل بقیه جون دارن و احساس دارن، تازه کلی به ما آدم ها استفاده میرسونن. استفاده؟ حالا اگه خوردنی بودن یه چیزی، اما اینا که حتما که نباید خوردنی باشن. گیاها با جذب دیوکسید کربن و تولید اکسیژن باعث تمیزی هوا میشن. یکی دیگه از فایده های گیاها اینه که هوا رو خنک میکنن و باعث شادابی و طراوت فضای شهر میشن. تازه از چوبشون هم کلی استفاده میشه کرد، یکیش همین کاغذ و دفتر جنابالی که از چوب درخت ها ساخته شده. یه فایده دیگه شون هم من بگم، همیشه بهشون تاب بست و تاب بازی کرد. ای بروجک، خب دیگه من برم تو خونه کار دارم، مراقب گیاها باش. چشم.
تو خونه چیکار داری؟ میرم کلید آپارتمان آقای خرم رو بردارم، همین مجتمع روبرویمون. رفتم مسافرت، کلیدشون رو دادم به من، برم به گلاشون آب بدم. ولی اونا که باغچه ندارن که. گلدون که دارن. آقای خرم به گل و گیاه اهمیت زیادی میده، کلی گلدون تو خونه داره. منم میتونم آقا تو بیام. باشه بابا جون بیا. ولی نمیدونم مواظب. برای آخرین بار اختار میکنم از جلوی اون درخت برین کنار. ما نمیذاریم بهش آسیب بزنیم. اون درخت بیره، هیچ فایده و خاصیتی نداره. عوضش اگه بذارین قطعش کنیم، اینجا یه فضای بازی درست میکنیم با کلی تاب و سرسره و الکلک. ما درختمونو دوست داریم، چه بچه های نادونی هستن اینا. بگو آخه درخت به چه دردتون میخوره؟ ببخشید. چقدر گل و گیاه هست اینجا. حالا دیدی توی آپارتمانم میشه گل و گیاه پرورش داد بابا جان. پدر بزرگ، اسم این گیاه ها چیه؟ هر کدوم از اینا یه اسمی دارن. مثلا یکی اسمش بنجامینه، خیلی زیباست، ولی نگهداری ازش یکم مشکله. اینایی که اینجان اسمشون حسن یوسفه که برای شادابی باید همیشه پشت پنجره باشن. اینم که میبینی بوته یاسه، میبینی چه بوی خوبی میده بابا. بوی چلو کبابی میاد اینجا. انگار قبل از ما یه نفر اینجا چلو کباب خورده. میگم نکنه دزد اومده خونه آقای خورم. باز کاراگاه بازید گل کرد بچه. دزد اومده اینجا چلو کباب خورده و رفته. پس این بوی چی آخه؟ این بوی ریحونه بابا، نه چلو کباب. اوناش پشت سرته. آقای خورم به اندازه مصرف روزانه سبزی میکاره. اینجا آپارتمان یا مزرعه؟ خیلی از مردم شهرنشین چون مجبورن توی آپارتمان‌های کوچیک زندگی کنن، از داشتن حیات و باغچه محرومن. برای همین هم سعی میکنن یه قسمت از آپارتمانشونو به فضای سبز اختصاص بدن تا محل زندگیشون حال و هوای خوبی پیدا کنه. ولی تا اونجایی که من میدونم گل و گیاه‌ها به نور آفتاب احتیاج دارن، اینجا که نور زیاد وجود نداره. ببین بابا جان، گیاهان آپارتمانی به نور زیادی نیاز ندارن و میتونن تو فضاهای بسته و کم نورم سبز بشن. نمونهش همین گیاهای بامبو. البته هر گیاهی بسته به نوع و ویژگی‌هاش نیاز به رسیدگی‌های خاصی داره. خب بالاخره میای کمک یا خودم تنهایی به این گیاه‌ها آب بدم؟ میام. برای آخرین بار اختار میکنم از جلوی اون درخت برین کنار. پس این درخت ها کجان؟ اوه گرمه، خیلی گرمه. حاضرم دار و ندارم و بدم تا یه سایه پیدا کنه. درخت، یه سایه اونجاست، خدا رو شکر. بودو هم برم زیر سایه‌اش. نه، چرا این کار کردی؟ آدم بی‌ملاحظه. بیخیال بابا، یه درک ارزش این حرفا رو نداره. نه، اینکه خودمم، اونم که ماشین منه. آهای نکن. آدم مگه با خودش میتونه بگه نکن؟ چرا نمیتونه؟ آهای با تو هم فرهنگ ناشنوای مگه؟ نظر به درک میشکنه، خودت میخوای ازش استفاده کنی نادون. نکن آقا، اذیت نکن درک تو. چرا آبرو ریزی میکنی مرد؟ ببخشید من باید زودتر برم. بابا داری چیکار میکنی؟ بابا بزبد شدی. منو ببخشید درخت عزیز. فرهنگ خان اومدین ببینم از فیلم خوشتون اومد.
بله، ولی از قرار معلوم شما بیشتر خوشتون اومدی. خانم از فردا من میخوام سرپرستی این تپی رو بهعهده بگیرم، این بچه های خودم. چی از این بهتر؟ حالا اسمشو چی بذاری؟ نمیدونم. سبزه بابا خوبه. بیا خود بخور. بخور قربونت برم. تا قربون صدقشو برو. به به چه گلای خوشگلی. دوستتون دارم.